نافه بچه بند ناف افتاده بچه رو گذاشته بودن توی قوطی کبریت و داده بودن دست من که ببرم و بندازم جایی تا بخت بچه گل کنه سرنوشت و زندگیش از این رو به اون رو بشه و آخر عاقبتش با آخر عاقبت باباش تومنی هفتسن نار توفیر کنه ناف تو قوطی کبریت قوس کرده بود و پژمرده و چروکیده بود سرخ بود قوطی کبریت تو جیبم بود و دستم رو قوطی کبریت سوار بر دوچرخه یه دستی تو کوچه ها و پس کوچه های دراز و پرپیچ و خم و خیابون های خاکی ولایت رکاب می زدم و می رفتم. می رفتم و فکر می کردم و دور و بر رو می پاییدم تا جای دلخواه و آدم رو و اهن و طلبداری پیدا کنم و ترتیب ناف رو بدم. ناف مال بچه شهربانو بود. شهربانو که ده دوازده روز پیش پا فارغ کرده بود و پسری تحویل اجتماع داده بود اعتقاد داشت که هر جناف بچهش بیفته بچه در بزرگی عین همون آدمایی میشه که اونجا رفت و آمد میکنن و با اون سر و کار دارن من باب مثل اگه ناف تف روی بام مدرسه بیفته بچه به مدرسه میره و عاقبت درس خون و باسواد میشه دستش به حقوق دولت بند میشه و یه عمر راست راست راه میره و پول یاموف میگیره اگه ناف روی بام مسجد بیفته بچه مؤمن و با خدا میشه و قصه دنیا و آخرتشو نمیخوره و اهل بهش میشه اگه ناف تو بازار بیفته آقا میره تو کار کسب و تجارت و خرید و فروش و چشم به هم بزنی پولاش بچه میکنه و صاحب اعتبار و احترام و آسایش میشه و به حال و روز بابا و جد و آبادش نمیفته خلاصه از این جور اعتقادای قدیمی و بیخود داشت و همین حساب شهرپانو بند ناف و افتاده بچه رو نگه داشته بود و وقتی من و بیبی بی رفتیم به دیدنش و کلی غن براش چشم روشنی بردیم حرف توی حرف ورد و دست آخر رو کرد به من که مجید قربون دستت اگه زحمتت نیست ناف این بچه رو ببر بنداز جایی که بچم اقبالش بلند شه و آخر عاقبتش خوب بشه مثل باباش نشه سواب داره اینجوری شد که بردن ناف بچه و به سر و سامون رسوندنش افتاد گردن من و من تو رو دربایستی گیر کردم و جلوی چشمای ریز و قی کرده و نگاه های سرگردون و غصدار بچه ناف رو تحویل گرفتم و بردم تا به سلیقه خودم جای خوبی براش دست و پا کنم باباش آدم بیچیز و زحمتکشی بود که اینهو مرغابی همیشه خدا تو آب بود مدام از پادرد و کمردرد می نالید و بیبی بی سواب بی براش دار و دوای خودمونی جور میکرد تا بخوره یا به پا و کمرش بماله سن و سالی نداشت اما بیافش به پین مرتا میموند. هر روز از آن صبح پاچه های شلوارش رو بالا میزد، فانوسی بر می داشت و می رفت تو مادرچاه یا اولین قنات اون سر شهر دم غروب از قنات این سر شهر در میومد. گاهی سر شب میرفت و دم صبح در میومد. فانوس همیشه امراش بود. به لحجه محلی بهش کشکشو می گفتیم. برای اینکه هفش منگونی پاره و کهنه شندرپندره و ترکه نازک انار گل هم میکرد و میبست به سر ریسمونی و سر دیگه ریسمون و میبست به کمرش و تو جوایی که از زیر زمین از این قنات به اون قنات میرفتن دنبالش میکشید تا آب گلالود شو و سراخ سنبای زمین رو بگیره نیسته و اگه چیزی سر راهش رو گرفته پاک کنه و تند بره تو باغا و کشتوکارهای دورو بر شهر آب همیشه تا زیر یا بالای زانهاش میرسید و گلهای زرد و چسبناک و زالو به پشم و پیله پر و پاش میچسبید هر چند قدم یک بار خم می شد و زالوهای چاق و چله و درشت و ریز و نازک و بلند رو از ساق و زانوهاش می کند و می رفت. موقع رفتن برای خودش دو بیتی روستایی می خوند و صداش تو قناتا می پیچید. علا مرغ سفید خونه من حلالت باد آب و دونه من به هر سرچشمه آبی بنوشی بکن یاد از دل دیوونه من از سقف قنات و دوروبر آبروی زیرزمینی خاک و تار عنکبوت روی سرش میریخت وقتی از قنات بیرون میومد عین لولویی میشد که فقط چشما شکل آدمی زاد بود از صاحب قنات چند من گندم و جو و سنار و سه پول میگرفت و به زخم زندگیش میزد و روزگار میگذروند به هر حال سرنوشت و بخت و اقبال بچه اینجور آدمی رو کرده بودن تو قوطی کبریت و سپرده بودن دست من تا به نوایی برسونمش ناف به دست سوار بر دوچرخه توی شهر رکاب میزدم و میرفتم تا آدم و جای به درد بخوری پیدا کنم از نظر من آدم های خوشبخت و اسم و تو ولایتمون زیاد بودن که دلم میخواست بچه کشکشو عین اونا بشه و روزگارش مثل آخرت یزید نباشه اولین کسی که نظرمون رو گرفت سرکار محمودی بود این سرکار محمودی چنون زهر چشمی از ما بچه های اون دوره و زمونه ولایت گرفته بود که اون سرش ناپیدا سر فلکه درست دم پیچ خیابون می ایستاد و هیچ بنی بشری جرأت نمی کرد که سوار بر دوچرخه بی نمره یا دو سترکه از جلوی چشمش رد بشه اگه میدید حساب دوچرخش پاک بود جلوی چرخ می گرفت خم میشد و کرمک تایر دوچرخه رو باز میکرد و مینداخت و جوی پر از لجن و کسافت کنار خیابون یا روی بوم دکونای اون دور و حوالی اون وقت بچه میباز چرخ و کول کنه تا مدرسه و خونه یا دوچرخه سازی ببره این بود که تا ما بچه ها نگاهمون از دور به قد رشید شونه های لباس شق و رق سیبیلای پرپشت و چشمای قذبالودش می افتاد فوری ماست رو کیسه می کردیم و بندبند بند تنمون مثل بیت میلرزید. پیاده می شدیم راهمون رو کج می کردیم و از خیل خیابون می میزدیم تو کوچه باریک و سراشی به پشت امارت شیر و خورشید و می رفتیم مدرسه هر جا هم که سرکار محمودی توی یقمون سبز می شد حالا خواه چرخ داشتیم یا نداشتیم از ترسمون سلام بلند بالایی بهش میکردیم و پشمندش میگفتیم گفتیم مخلص تیم سرکار نوکر تیم سرکار خدمتی و فرمایشی ندارین و دست به نقد میزدیم به چاک احترام قاطی شده با ترس سرکار محمودی رو برای ما بسیار مهم و پرعباحت کرده بود تا جایی که بیشتر بچه ها دلشون میخواست وقتی بزرگ شدن عین اون باشن و من دلم میخواست بچه کشکشو چنین آدمی بشه اون روز که ناف به دست پی آدم مهمی می میگشتم سرکار محمودی سر فلکه نبود رفتم و رفتم و پرسیدم و پرسیدم تا خونش رو پیدا کردم میخواستم ناف رو از دیوار خونه بندازم تو خیال خودم رو راحت کنم خونه سرکار محمودی تو محله خرابه و شلوغ پلوغ و قدیمی بود توی کوچه تا دلتون بخواد بچه بود بچه های لخت و پتی و پا و بیکاره دم خونهشون پنج تا بچه شلوار پاره و بی شلوار روی کپه خاک و خل نرمی که برای بنایی اوورده بودند بازی میکردن با خاک نرم باخچه های کوچولو درست کرده بودند باخچه ها جو داشتن و تو باخچه ها و قد جوی به جای درخت چوب سوخته کبریت و خورده چوب های جارو گذاشته بودند. آفتابه لکنته و شکسته پکسته ای هم بود که باش چوب سوخته کبریت ها و خورده چوب های جارو رو آب میدادند. بچه ها همشون از دم سیاه سوخته و خوشکاله بودن و آب دماغشون تا روی لباشون اومده بود چشماشون از گشنگی دودو دو میزد و اگه صد تا سگ صورتشون رو میلیسیدن بی برو برگرد سیر میشدن و یه چیزی هم تهش میموند القصه جلو رفتم و از یکشون که بزرگتر از همه بود پرسیدم خونه سرکار محمودی همین جاز؟ طرف شد نگام کرد و خنده ریز و نخودی کرد و گفت خونه ما رو میخوای اینجاست هنوز حرف توی دهنش بود که دوید طرف خونه دو سه تا از بچه هم دنبالش دویدن نمیخواستم سرکار محمودی بفهمه که برای چی کار اومدم اما بچه ها خبرش کردن دوچرخه رو تکیه دادم به دیوار روبروی خونه و رفتم دم در که سرگوشی آب بدم و ببینم اوضاع و احوال از چه قراره لنگه در خونه باز بود سرک کشیدم و حال و روز خونه رو دیدم از دم در میشد ایوون و دید سرکار محمودی تو ایوون نشسته بود زیرپوش پاره پوره و سوراخ سوراخی تنش بود و روی منقل خم شده بود و داشت تریاک میکشید گوزش در اومده بود و زانوی لختش از پارگی شلوار دیده میشد از سرکار محمودی فقط سیبیلاش مونده بود نه قدش بلند بود نه چارشونه بود نه لباسای شق و رق پاسمونی داشت آدمی شیرهی مافنگی بود و وقتی بچهاش خبرش کردن که کسی سراغ خونش میگیره تا خاص خودش رو جمع و جور کنه وافور رو روی منقل بگذاره بلند شه تنبون گشاد پار پوره و پربسلش رو بالا بکشه و دم در بیاد کلی طول کشید تو دلم گفتم نه نه این اون سرکار محمودی نیست که این قرقی دنبال چرخ میدوید و پس گردن ما رو میگرفت و فس و فس باد چرخمون رو خالی میکرد وقتی دمپاییاش رو زمین میکشید و دم در اومد وقت کردم و باقی حال و اوضاع خونه و زندگی شد دیدم دو تا دختر گت و گنده و زردنبو و اخمو داشتن سر هو ظرف زرف می دختراش بودن کله کشیدن که ببینن دم در کیه زنش داشت از شاه آب میکشید و یه ریز فوش میداد و بد و بیران می معلوم شد فوشار نصیب سرکار و دنباله دعواست سرکار عین خیالش نبود پاک بیبو و بیخاصیت شده بود بالاخره سرکار هن و هون کرد و خودشو به دم در رسوند خوب نگاش کردم دیدم اشتباه نمی کنم خودشه که این حال و روزو داره وقتی چشمش به من افتاد همون نگاهی ترسناک سر فلکه رو اینه میخ فرو کرد تو چشمه و گفت چیه بچه؟ با من چیکار داشتی؟ حرف حسابی نداشتم اما سلام بلند بالایی کردم و جویده جویده گفتم حالتون خوبه سرکار مخلص تیم نوکر تیم بچهاتون خوبن الحمدلله گفت هممون خوبیم کاری داشتی خودم رو زدم به اون را و گفتم سرکار به ما خبر دادن که اینجا پولو نظری میدن گفتم اگه دارین یه خورده بدین برای بیبین ببرم بحث تبرک سرکار هر هر خندید و سیبیلای سیخ و کلفتش بالا رفت اینه هو دو تا بال گنجشک دندون طلایی جلوی دهانش رو نشونم داد و نم نمک اخماشو کشید تو هم و دست برد زیر عرقیر پاره و چرکشو شکمشو شکمش خاروند و گفت غلط کرده هر کی خبر داده باره پیکارت اینجا از این جور خبر ها نیست و در رو به هم زد و بس و رفت پیکارش خدایی بود که گز نکرده پاره نکردم و به چشم خودم دیدم این سرکار محمودی توی خونه چه معجونی و وضع حالش از چه قراره وگرنه ناف بچه مردم مینداختم تو خونه و بچه رو بیچاره میکردم از در خونه سرکار محمودی که ناامید شدم رفتم سراغ دوچرخم دیدم بچه سرکار وقتی با پدرشون حرف میزدم جف کرمک تایرای چرخ و در آورده بودن و خدا میدونه کجا انداخته بودن تایرای دوچرخه پاک خوابیده بودن مجبور شدم کولش کنم و به هر زر و زوری بود تا سر خیابون و دکون دو دوچرخه سازی بیارم دوچرخه که رو را شد دست کردم تو جیبم هنوز ناف بچه سر جاش بود رفتم سراغ پهلوون شهر پهلمونه شهر که هیکل گنده و خشن و ریش و زلفش حرف نداشت سینه پر و برآمده گردن کلفت و راست و محکم که پشتش چند چین داشت قبقب افتاده و پرپیه گره های بازوش هر کدوم مانند یه مش رو هم سوار شده بودن چنون سفک که انگار میخواستن پوست و بتره کنن و بیرون بزنن ریش مشکی و براق چشمای درشت و سیاه پر از رگه خونی تو سفیدی ها و ابروهای پیوسته و پر که ابهتش رستم دستان رو به یاد می آورد و از هزار قدمی نعره میکشید کشید که من پهلوونم ما بچه ها گاه و بیگاه می رفتیم تو زورخونه شهر رو چرخیدن و میل و کپ باده گرفتن و میونداریش رو می دیدیم و به صدای ضرب و زنگ زورخونه گوش می دادیم و سلوات می روسای جشن پهلوون و دار و دستش تو ورزشگاه بزرگ شهر قوقا میکردن پهلوون پارچه سرنگ رنگ پرچم به سینه برومدش میبست و مدال و نشونای پرزرق و برق و جور و جور به اون میآویخت و همه رو غرق تحسین و حیرت میکرد و صدای کف زدن و سوت و هورا ورزشگاه رو به لرزه میانداخت بعد از نمایش پهلوونی هنگامی که جلوی جایگاه مقابل استاندار و کلفتان شهر سر تعظیم فرود می آورد بالاتنه سنگینش روی خیک گنده و پرپیش می افتاد و زور می آورد شکمش چین می خورد و از پهلوها عینه مشک باد کرده بیرون می زد باز مردم براش کف می زدند و هورا می کشیدند و از غذای روزگار حال و وضع زندگیش هم خوب بود و کلی ملک و بیابرو داشت هر جا میرفت جاش بود و هر کی میدیدش براش دلار راست میشد و میگفت سلام پهلوون ما بچه های ولایت آرزو میکردیم وقتی بزرگ شدیم عین اون بشیم علنگ دولنگ و زلم زیمبو و مدال به خودمون آویزون کنیم و حسابی جلون بدیم خب چه ای داشت بچه کشک جای اونو بگیره؟ انداختن ناف بچه تو خونه پهلوون کار درست حسابی بود و عاقبت به خیر میشد اما افسوس که خونه پهلوون جابجا شده بود از هر کی میپرسیدم خونش کجاست جواب سربالا میشنیدم یا جواب به درد نخور از بس گشتم خسته شدم پهلوون دیگه رو پیدا کردم که همیشه دم دست بود و از نظر بر و بازو و هیکل و ریش و زلف دست کمی از اون نداشت بزرگترا میگفتن اونم روزی روزگاری تو ورزشگاه بزرگ شهر خرش میلفته فکر کردم پهلوون پهلوون و همه پهلوون ها وزشون رو براز ناف به دست پریدم رو دوچرخه و رفتم میدون باغ که میدونی بود بزرگ و همه جور آدمی رو اونجا میشد پیدا کرد پهلوون درویش فالگیر گدا دستفروش و محرکه گیر و آدم علاف پهلوون اونجا بود دوچرخه رو تکیه دادم به درختی و رفتم روش ایستادم و از اون بالا نگاش کردم پهلوون مردم و دورش جمع کرده بود و کارای پهلوونی میکرد لخت شده بود تنابی رو بسته بود زیر شکم خر قلچماق و سیاهی و رفته بود روی چارپایه و داشت با دندون خر و بلند میکرد تناب به شکم خر زور آورده بود و صدای زبون بسته از دو طرف بلند بود پهلوون عرق میریخت. خر عروتیز میکرد و مردم میخندیدن و کف میزدن بعد زنجیر پاره کرد و بعد خابید و سنگ بزرگی رو روی سینش گذاشت و دو مرد گردن کلوف با پتک افتادن به جون سنگ و خورد و خاکی شیرش گردن. سینه پهلوان کمی زخم شد اما به روی خودش نیاورد و یک دور دور خودش چرخید و جماعت براش کف زد ازش خیلی خوشم اومد دو چرخه رو ول کردم و از لای دست و پای تماشاچی ها نرم نرمک خزیدم جلو دستم تو جیبم روی ناف بچه شهربانو بود حواسم جمع بود که یه وقت تو شلوغ آدم بیچارهی بلندش نکنه رفتم تا یواشکی ناف رو برسونم به بند و بسات و رختای پهلوون که گوشه تلمبار شده بود داشتم چشم دورابریا رو قافل می کردم تا فلفور ناف رو بچپونم تو جیب پهلوون که یهو چیزی دیدم و دستم روی ناف خشک شد پهلوون کاسه ای رو به دست گرفته بود و دورون میزد تا چراغ آخر رو بگیره و بره سر باقی کارهای پهلوونی عجیب و غریبش مردم به جای انداختن اسکناس یا سکه ای تو کاسه سرشون رو پایین مینداختن و از معرکه دور میشدن کمر پهلوون خم شده بود کاسه تو دستش میلرزید گره های بازو شل شده بود گردنش رفته بود و تو تنش رو التماس میکرد خار و زلیل شده بود گفت والا خمارم بچه امشب شام ندارن از زیر چشماش می پرید عشق توی حلقه چشماش جمع شده بود لبای خشک و داغمه بسته و سیاهش میلرزید و رد پسونک وافور روی لب پایینش دیده میشد دست آخر وقتی دید جماعت داره پراکنده میشه یادش رفت که پهلوونه میونه مرکه سرپا نشست و کاسر گذاشت جلوش کفه دو دستش رو به گوشاش چسبوند و با صدای سوزناکی مصیبت خوند تا دل مردم رو نرم کنه و به رحم بیاره و احوال پهلوون رو که اینجور دیدم ناف بچه رو گذاشتم تو جیبم و رفتم سراغ عبدالله سینمایی جوونک ریزنقش و کمسوادی بود که دلش برای هنرپیشه شدن لک میزد رفته بود تو یکی از سینماهای شهر دستشو بند کرده بود در بند پول و پله گرفتن از صاحب سینما نبود دلش خوش بود که مفت و مجانی هر فیلم و سی چل بار ببینه و عکس هنرپیشه رو به دیوارهای سالن انتظار و دم سینما بچسبونه عبدالله شبا تو آپاراتخانه سینما لحاف پارش رو میکشید رو سرش می میخوابید وقتی فیلمی عوض میشد اعلانای فیلم رو بر می داشت و با نردبون و سطل و سیریشم دوره میافتاد و در و دیوار شهر رو پر از اعلامیه میکرد برنامه های آینده سینما رو پیشا پیش به همه میگفت حتی اسم فیلمایی که از تهرون فرستاده بودن و تو انبار خاک میخورد میدونست صدا و ادا و اصول ها رو جوری تقلید میکرد که با خود اونا سرسوزنی تفاوت نداشت بچه ها رو دور خودش جمع میکرد و هرکول و تارزان و راچکاپور و دراکولا و امیر ارسلان میشد گفتگوی هنرپیش های فیلم و مو به مو از بر میکرد و عکسی که با یکی از هنرپیشه سرشناس تهرون گرفته بود نشونمون میداد و دلمون رو حسابی میسوزوند به قول خودش هنرپیشه شهر بود عبدالله سینمایی خورده فیلم قیچی شده تو آپارات و یواشکی بیرون می آورد و به ما می فروخ. روز جمعه که از کله سهر دم سینما قلقله بچه مدرسه یا بود چوب بلندی بر و ما رو می زد که شلوغ نکنیم و تو صف بیستیم و نوبت بگیریم شبای تابستونم با همون چوب زیر درخت های فلک را میرفت و بچه هایی رو که روی درخت ها رفته بودند تا از اون بالا پرده سینمای تابسونی رو تماشا کنند، از درخت پایین میکشید. انگار همین دیروز بود. شاخه های درختهایی که میشد روشون نشست و از اونجا پرده سینما کلاه و کله هنرپیشه ها یا اسبهاشون رو دید ارزش بسیار پیدا میکرد. من معمولا روی شاخه دوم میشستم و میتونستم کلاه و پیشونی و چشم و ابرو و گای دماغ هنرپیشه رو ببینم و جوادی هم کلاسم روی شاخه اولی که نازک و خطرناک بود چارچنگولی میشست و میتونست حتی چونه هنرپیشه ها ببینه دلش میخواست کارگردان بشه و از شکستن شاخه نمی ترسید سر شب که میشد شاخه های ها پر از بچه میشد عین گنجیشگاه شاخه ها رو میچسبیدیم و کله میکشیدیم تا بیشتر پرده رو ببینیم عبدالله سینمایی با چوب بلندش سر میرسید و پر و پامون رو از اون پایین نوازش میکرد صدای عجز و التماس و جلز ولز بچه ها بلند میشد که آقا عبدالله تو رو خدا بذار یه ذره دیگه ببینیم الان میایم پایین وقتی از پشت شیشه های سینما عبدالله رو میدیدیم که قبقب گرفته و راست راست تو سالن سینما قدم میزنه براش دست کم میدادیم و حالا احوال می کردیم دلمون پر میزد که جای اون باشیم چه ای بیداش که بچه کشکش مثل عبدالله سینمایی بشه ناف هنوز تو جیبم بود به دوچرخه رکاب زدم و رفتم دم, دم سینما که عبدالله سینمایی رو پیدا کنم تا به بهونه ای ناف رو بندازم تو جیبش اما هر چی دم سینما ایستادم پیداش نشد از پیرمردی که داشت شیشه های دم سینما رو پاک میکرد سراغش رو گرفتم گفت از عبدالله خبر ندارم یه هفته است که ساب سینما اردنگی زده زیرش و بیرونش کرده حالا چرا نمیدونم شاید سنهای جذاب فیلم ها رو یواشکی قیچی میکرده و میبرده به بچه ها میفروخته موچش گرفتن اگه واقعا میخوای ببینی سر شب برو تو فلکه رو درخت دوم بالاترین شاخه پیداش میکنی بیچاره عبدالله سینمایی قصم شد ناف بچه کشکشو رو دستم مونده بود قوتی کبریتو باز کردم و یه بار دیگه نافو دیدم دیدم اینهو کرم مرده همون جور گوشه قوتی قوس کرده و انتظار میکشه عین صاحبش بچه شهربانو که تو نانوی چرک مرده و پروسله چنگوله شده بود و شستش رو میمکید یهو عقل تو کلم اومد و به خودم گفتم مجید تو واقعا خولی؟ چرا میری سراغ اینا؟ برو پی یه آدم حسابی؟ چرا میخوای بچه مردم بدبخت کنی؟ چه فایده داره که طفل معصوم مثل پاسپان و پهلمون و عبدالله سینمایی بشه؟ شبش قوطی و گذاشتم زیر بالشم و خوابیدم قیافه مظلوم صورت کوچولو و رنگ پریده بچه رو جلوی چشمم آوردم و با خودم کلی کلنجار رفتم و به آینده و کاروبارش فکر کردم فکر کردم تا یاد آقای تاهری معلم ریاضیمون افتادم که چشم و چراغ مدرسه بود کراوات داشت و لباسای خوشکل و تر و تمیز می پوشید و دائم گردن بچه ها پیشش بابت گرفتن نمره کچ بود همه بی بر و برگرد ازش حساب می بردن. تو کار جفت و جور کردن و حل مسئله حساب رو دست نداشت هر قدر بازرگان ها توی مسئله پول میدادن جنس می خریدن می کشیدن روی قیمت ها و با انواع اخسام قر و اقسام قروفر کم و کس رو بازی می و پولشون رو به بهره می گذشن. آقا توی یه چشمه هم زدن سود و زیانشون رو در می ورد و می گذاشت کف دست بچه ها. چرخه نو و نمرداری داشت و کسی رو دو ترکه سوار نمی کرد و از سرکار محمودی هم اصلا نمی ترسید. چرا بچه کشکشو مثل اون نشه؟ خلاصه صبح اول وقت ناف و برداشتم و صاف رفتم در خونشون که ترتیبشو بدم و خیالمو راحت کنم اما بیگدار به آب نزدم اول رفتم تو دکون بقالی روبروی خونه شون که ببینم خونه معلم ریاضی واقعا همون یا عوض شده از غذای روزگار آقای تایری تو دکون بقالی بود و داشت با بقال سر حسابش یکی به دو میکرد دوچرخه رو به ستون بغل دکون تکیه دادم و رفتم تو آقا منو ندید پشت سرش ایستادم گوش دادم اوقاتش تلخ بود تا بناگوش سرخ شده بود حسابش با حساب بقال نمیخوند جمع حساب آقا تو دفتر بقال 84 تومن بود و جمع حساب آقا تو دفتر خودش 79 تومن 5 تومن اختلاف داشتن آقای تاهری که همیشه حسابایی پیچیده چپندرقیشی بازرگانان کلوفت رو مثل تیر میرسید و تختر رو سر پنج دقیقه پر از عدد میکرد تو حساب خودش مونده بود هی hey جمع میزد و فکر میکرد و هی hey چیزهایی که برده بود میشمرد جور در نمیومد کلش کار نمیکرد. آقه بعد بقال سگرماشو کشید تو هم و گفت تقصیر من بود که به خانواده شما جنس نسیه دادم بعد از این برین جای دیگه آقای تایری میگفت جناب جنابالی اشتباه میفرمایید آقا جان لابد کس دیگه ای جنس برده و به حساب ما گذاشتید بچه های من هرچی ظرف این ماه بردن تو این دفتر نوشتن زندگی ما حساب و کتاب داره آقای محترم من خودم معلم حسابم بالاخره زور بقال به آقای تاری چربید و آقای تاری همون 84 تومن رو با دسته لرزون ریخت تو کفه ترازو و بقال رو حواله حضرت عباس داد و از دکون زد بیرون موقع بیرون اومدن سلامش کردم و لبخند ارادتمندانه ای زدم اما آقا به جای دادن جواب سلام اوقات تلخیش و ریخ سرم و توپید بهم که تو چرا تو کوچه ها ول میگردی مجید؟ برو بشین سر درس و مشقت حساباتو حل کردی ورقتو نگاه کردم ریاضیت همون همونجور که حرف میزد نگاش به قوطی کبریت افتاد قوطی کبریت تو دست من بود حاضرش کرده بودم که بندازم تو خونش گفت سیگارم که میکشی گفتم نه, نه, آقا من من سیگار نمیکشم گفت پس قوطی کبریت تو تو دستت گرفتی که چی میخوای جای آتیش بزنی گفتم نه آقا تو این قوطی کبریت نیست توش نافه بند نافه بچه میبرم بندازم جایی تا بچه خوشبخت بشه مادرش سفارش کرده حالا حوصله جر و بحث و پرس و جون نداشت سرش انداخت پایین و گفت نمیدونم ناف خودتو کجا انداختن که اینقدر بی اقل و خل و چل شدی و تپید تو خونه شد در و قایم بس حیرون و سرگردون بودم که ناف رو بندازم تو خونه معلم یا نه یک زن آقای تاری شیردود کنان دفتر به دست از در خونه اومد بیرون بچه ریزه میزه و نقنقوی هم بغلش بود یه راست رفت دم دکونه بقالی و نرسیده فوش و کشید بش و کفه ترازو رو بلند کرد که بزنه تو سر بقال بقال سرش و دزدید و هرچی به دهنش اومد نسار ایل و تبار آقای تاهری کرد تو یه چشم هم زدن دم دکون و تو کوچه قلقله آدم شد بقال آب رو میکرد آقای تاهری از خونه اومد بیرون پیش زنش التماس کرد که کوتا بیاد زورش به زنش نرسید و رفت یقه بقالو گرفت بقالم نامردی نکرد و سنگ کیلو رو برداشت و زد تو سر آقای تاری کله آقای تاری شکست و اوزا پاک قاطی پاتی شد دیدم حیف ناف که بندازم تو خونه اینجور آدمی خوب شد که بیگدار به آب نزدم و بچه کشکشو رو بدبخت نکردم خلاصه از میون شلوغی و جار و جنجال خودم رو کشیدم کنار ناف رو قایم کردم تو دستم و پریدم رو چرخم و رفتم سراغ آقای سلیمی شاعر شهر تا ترتیب ناف رو بدم آقای سلیمی شاعر خوشسوق و دلسوخته شهر متخلص به ریک تنها فرزند مرحوم میرزا یدالله خان شاعر که جد اندر جد شاعر فاضل و ادیب و سخن پرداز بوده و روایت است مرحوم پدرش 95890 بیت قزل و ربایی و قطعه و قصیده و مصنوی از خود به یادگار گذاشته آقای سلیمی که عمر گرامی رو در یکی از ادارات دولتی صرف خدمت به مردم محروم کرده بود و پس از 35 سال خدمت صادقانه به درجه پر افتخار بازنشستگی نایل گشته بود و در دوران خدمتش نزدیک به پنجا و شش هزار بیت شعر ناب گفته بود و در صدد بود که اونها رو با اشعار پدر فاضل و مرحومش یک جا چاپ کنه و در اختیار همشهریان بازوق و شاعر پرور خود قرار بده پدر گرامی آقای سلیمی پنجه شیرینی داشت خوب تار میزد و هنگام تار زدن از خود بیخود میشد و بی اختیار و لبان شعر جاری میگردید و فرزند دلبند و پراحساسش آقای سلیمی اونها رو, رو روی کاغذ می نوشت. آقای سلیمی تبع روان و سخن پرمغز و دلنشین خودش رو از پدر ارث برده بود چون که خودش گفته بود پدرم ساز دلنوازی داشت بر من جز روانی سخن نگذاشت آقای سلیمی مردی پاک باخته و سربزیر و عاشق و درویش مسلک بود چشم داشتی به مال دنیا نداشت و از این روی تخلص خود رو ریگ گذاشته بود و میگفت ریگم به جوی عشق که آبش سراب نیست گمگشتم به کوی دوست که عمرم حساب نیست از اونجایی که خداوند متعال راضی نبود ریشه ذوق و فضل و ادب در خانواده ایشون به کلی به خشکه پسر میونی آقای سلیمی یعنی فرهاد خان در حین تحصیلات در رشته فلسکاری هنرستان شعر هم میگفت البته شعر به سبک نو که اشعار نامبرده مورد توجه نشریات تهران واقع گردیده بود و استقبال شدیدی در محافل جوانان از ایشون به عمل می معروف بود که آقای سلیمی از بس پیر و با شست دست راست روی نون مالیده و خورده بود آچای شستش به کلی از بین رفته و پوستش مانند آینه صاف شده چنون که میخواستن شست وی رو انگشنگاری کنن اثری از آچها روی کاغذ نمیومد. اومد اما اون هرگز مناعت طبع و بزرگواری خودش رو فراموش نمیکرد و با تکی پیه که همیشه امراه هم داشت سر سیبیلای کلفت و افتاده و جوگندمی خودش چرت چرب می تا همه خیال کنند که غذای گرم و چرب میل نموده حقوق بازنشستگی کفاف خرج خود و دو زن و نه فرزند ریز و درشتش را نمیداد اما از بابت شعر بیداد میکرد مدام شعر توی کلش میجوشید و اونا رو, رو روی پاکت سیگارش می روشن. یک دست شلوار مشکی مرتب داشت که هر وقت آدم دمکلوفتی وارد شهر میشد میپوشید و خدمتش می رسید شعری که در وصفش سروده بود میخوند. خوند. تو جشنها و سخنرانی های مهم خرش بیشتر از همه میرفت بالا بالا می نشست و اول از همه شعرش رو با صدای تو دماغی و آهنگی کشدار می خوند و به به می شینید و بعد بقیه می رفتن سر برنامه شون. به انجمن ادبی شهر سر می زد و شاعران تازه مثل پروانه دورش می گشتن و استاد استاد به نافش می بستن. از شما چه پنون؟ خود من هم چند بار یقش رو توی خیابون گرفتم و مجبورش کردم تا شعرم رو بخونه و تشویقم کنه که زد توی ذوقم و گفت شعرها چنگی به دل نمیزنه هنوز خامه استعداد داری اما قافیه نمیشناسی از کوچه و خیابون که میگذشت همه اونو با اشاره به یکدیگه نشون میدادن و سلام و تعارفش میکردن و اون کلاه از سر بر میداشت و میگذاش روی سینش با فروتنی به همه تعظیم میکرد لبخند محبت آمیز میزد و از شهرت خود لذت فراوون میبرد همیشه خدا دلم میخواست وقتی بزرگ شدم عین اون بشم مشهور و مورد احترام کوچیک و بزرگ روی همین حساب شرح زندگیش شر، و راست و دروغ سیر تا پیاز میدونستم و توی روزنامه محلی دربارش خیلی چیزا خونده بودم خب لابد بچه کشکشو هم مثل اون شاعر میشد ضرر نمیکرد اگه ناف بچه رو مینداختم تو خونش دیگه کار تموم بود اما مشکل اینجا بود که نمیدونستم تو خونه کدوم یکی از زناش ناف بندازم که بیشتر اثر کنه بهترین کار این بود که نافو ببرم و صاف بندازم تو جیبش. میدونستم از بس آتاشقال تو جیبشه قوطی کبریت نافدار میتونه. دست کم دو سه روزی قاطی اونا باشه و شاعر به صرافت بیرون انداختنش نیفته و همین مدت کافی بود که حال و روز آینده طفل رو پرسون پرسون رفتم دم خونه یکی از زناش سراغش رو گرفتم حتم داشتم که اگه گیرش بیارم انداختن ناف توی جیبش عین آب خوردنه میگفتم استاد تازگی چه شعری گفتین؟ و اون به محض اینکه غرق خوندن شعر می شد و تو عالم هپروت میرفت کار ناف بچه رو می ساختم. آقای شاعر تو خونه این زنش نبود. رفتم دم خونه اون یکی زنش. اونجا هم نبود. اما میدونست کجا رفته. رفته بود سری به آمیز حسن بزنه فوری سر دوچرخه رو کچ کردم و رفتم در خونه آمیز حسن میدونستم کجاست پشت محله خودمون بود بارها دکل آبش آبشو از دور دیده بودم اینهو دکل چاه نفت بود بالای دکل پروانه بزرگی بود که باد میچرخوندش و آب رو از چاه می کشید تا اون موقع از نزدیک کار تلومبه بادی رو ندیده بودم تو ولایت ما فقط چار پنج تا از این جور تلمبه ها بود آمیس حسن اعیان و پولدار شهر بود خونه خوشگل و حسابی داشت و جلوش باغ پردرخت و بزرگی بود و بهش دولاب میگفتن بیبی تعریف میکرد و میگفت آمیس حسن اوایل آه تو بساتش نبود دکون کوچلویی داشت که توش خورما و پشم و ریسمون بود پشما رو میذاش جای نمناکی تا خوب نم بکشه بعد اونا رو وز میکرد و میداد به پیرزنها که براش بریسن. وقتی پشمای نخ شده رو از پیرزنها تحویل میگرفت و میکشید وزنشون کمتر از وقتی بود که پیرزنها برده بودن این بود که همیشه از پیرزنا طلبکار میشد و به جای دادن موز به اونا کمبود پشم و پاشون حساب میکرد بیچاره تا سالهای سال نمیدونستن قضیه از کجا آب میخوره تا اینکه پیرزن ناقلا و زرنگی تعتوی کار رو در آورد و فهمید که بله پشمایی نم کشیده پیش پیرزن ها کم کم خشک میشن و وقتی خشک شدن وزنشون کم میشه به هر حال وزنش تو ولایت ما از خیلی ها بهتر بود و کلی برو بیا و اعتبار و احترام داشت ده تا کارگاه قالیبافی تو روستای دو رو بر برای خودش دست و پا کرده بود و کارگاه رنگ رزیش که پشمای قالی رو رنگ بین کرد لنگه نداشت آمیز حسن از بس کارداش نمیتونه سرشو بخانونه اما از بخت بلند شاعر چند روزی ناخوش شده بود و توی خونه خوابیده بود آقای سلیمی شاعرم با کچلوان مشکی رفته بود ایادتش تا ضمن احوال پرسی شعری رو که به مناسبت بیماری او و آرزوی شفای عاجلش سروده بود براش بخونه وقتی در دولاب آمیس حسن رسیدم سرک کشیدم و دیدم سلیمی شاعر داره از میون درخت های باقا میگذره و این دیوونه ها با خودش حرف میزنه و دستش رو تو هوا تکون میده حساب دستم اومد که از پیش آمیز حسن سر و کیف برمیگرده خوشحال شدم دو رو تکیه دادم به دیوار و دست کردم تو جیبم ببینم ناف هست یا نه پریدم جلوش درست وقتی تو یقش سبز شدم که شاعر روی نوک پاهاش ایستاده بود قد کشیده بود و داشت شاخه درخت سیبی رو با زحمت فراون پایین میکشید دوروبرش میپایید و سیب درشت و سرخ رو چندتا چندتا چند چنگ میزد میکند و جیباش رو پر میکرد صدامو بلند کردم و گفتم خدا قوت استاد طرف فوری شاخه رو ول کرد و لبخندی زد و گفت عجب سیبایی داشت لامستم نتونستم ازشون بگذرم نعمت خداونده و بعد برگی رو که همراه سیب کنده بود از گوشه جیبش معلوم میشد یواشکی در ورده انداخ رو زمین و گفت شما با آمیز حسن چه نسبتی دارین؟ نکنه فرزند ایشون هستین از دیدارتون خوشوقتم گفتم استاد شما بنده رو به جا میارین؟ من مجیدم همون آدمی که چند بار شعرام رو وردم خدمتتون تا بخونین و تشویقم کنین این حرف رو که زدم دست پاچگیش کم شد و نفس راحتی کشید وقتی خیالش تق شد که من خودمونی هستم دستش دراز کرد و سیبی درشت از درخشید و فلفور گاز گنده ای بهش که دیدم تو یه چشم هم زدن نصف بیشتر سیب تو دهنش قیب شد ملچ ملوچ کرد سیب آبدار بود آب سیب از لب و لوچه و سر سیبیلاش چکه می کرد سیب دیگه ایم کند و تعارف کرد و گفت بخور جانم حیف این درختهای سیب که تو باغ این بابای بیزوق و بیلیاقت باشه سیب رو گرفتم شاعر خوب براندازم کرد و همراه با ملچ ملوچ سیب خوردنش گفت حالا شناختمت تو همون جوونی هستی که گفتم استعداد فراوونی داری و آخرش یه چیزی میشی گفتم من همون هستم که فرمودین شعرت چنگی به دل نمیزنه قافیه بلد نیستی شاعر سیب و بلی توفالش و ریخ پای درخت و در اومد که خب اینجا چیکار میکنی؟ گفتم استاد در به در دنبال شما میگردم که آخرین شعرتون رو برام بخونین شاعر سیبا رو تو جیباش جابجا جا کرد و گفت چه شعری چه آشی چه کشکی پاک از دل و دماغ افتادم حیف شعر برای این جماعت تو این ملک تنها چیزی که خریدار نداره علم و دانش و هنره منو بگو که شعر زیبایی برای مریضی آمیز حسن بی فرهنگ و بی و خرپول گفتم و براش خوندم پیش خودم حساب کردم که خوشش میاد و خلاصه دستش تو جیبش میره و پول و پلهی میده و میزنیم به زخم زندگیمون اما دیدم نه این بابا این چیزا حالیش نیست حیف اون همه کلمات پرمعنی و زیبا حیف اون وزن و قافیه و ردیف چقدر بابتش زحمت کشیده بودم اصلا حیف حافظ و سعدی و مولوی برای این ملت حیف این امارت عالی و باغ پردرخت و سرسبز و خوشمنظره برای این مرتیکه گاف همونجور که شاعر احساساتی شده بود و حرف میزد و از بیوفایی و بیزوغی آمیز حسن شکایت میکرد آهسته قوطی کبریت رو که توش ناف بود انداختم تو جیبش بغل سیبا شاعر که سیب گنده و آبداری خورده بود حوس سیگار کرد و دست برد تو جیبش تا سیگار و کبریتش رو در بیاره از غذای روزگار قوطی کبریت نافدار اومد تو دستش از دیدن ناف قوس کرده جا خورد و مات و مبهود شد که این چیه و از کجا توی جیبش پیدا شده بالاخره خوب نگاش کرد و زیر لب گفت یا العجب این دیگه چیه تو جیب ما پیدا شده پیش دستی کردم و گفتم بگذارین باشه این نافه ناف بچه بدبخت تازه به دنیا اومده است با اجازه گذاشتم تو جیب شما که مثل شما بره تو کار شعر و مشهور بشه و خرش همه جا بره و نگذاش حرفم تموم بشه اخماشو کشید تو همون ناف و کبریت رو پرد کرد تو علفایی که پای درخت سیب سبز شده بود و گفت خدا خفت کنه با این کارت منو ترسوندی این گند و کسافت ها چیه میذاری تو جیب من قدماشو تند کرد و رفت هرچی فریاد زدم استاد استاد محلم نزاش رفت ناف بچه بیچاره افتاده بود تو علفای هرز و خدا میدونست که آخر عاقبتش چی میشه خیلی که پیشرفت میکرد میشد باغبون آمیس حسن گشتم و ناف رو از سوی علفا پیدا کردم و گرفتم تو دستم حیرون و سرگردون بودم صورت کوچولو و دماغ ریزه و چشمای نگران بچه کشکشو پیش نظرم بود و صدای اوعوعی او, او, او گریه کردنش رو میشنیدم وظیفه سنگین انداختن بند نافش روی شونم سنگینی میکرد و کاری از دستم بر نمیومد. از بس رکاب زده بودم و از این کوچه به اون کوچه و از این محله به اون محله رفته بودم داشتم از پا می افتادم. دلم از گشنگی ضعف میرفت. سیبی که شاعر داده بود هنوز توی دستم بود. خوردم. کمی ته دلم رو گرفت. قوطی کبریت نافدار رو گذاشتم تو جیمم و شاخه سیب و پایین کشیدم که ترتیب سیب دیگه رو بدم. ناگهان از بخت بد صدای پیرمردی از گوشه باغ اومد، کی داره شاخه سیب و پایین میکشه؟ زود شاخه سیب و ول کردم و سر جا میخکوب شدم مثل بید لرزیدم و تو دلم گفتم وقتی شاعر داشت شاخه سیب و پایین میکشید و سیبا رو تو جیبش میچپوند این بابا کجا بود؟ بالاخره پیرمرد خودش رو به من رسوند زیر شلواری راه راه پاش بود و کت بلند و گشادی پوشیده بود ریش چند روز نتراشیده ای داشت و اوقاتش تلخ بود خوب نگام کرد و گفت اینجا چیکار داری بچه؟ چی گفت بیای تو باغ خونه مردم؟ به تته پته افتادم و گفتم با آمیز حسن کار دارم اومدم خدمتشون ارزی دارم پرسید چی کارش داری؟ اصلا تو پسر کی هستی؟ بابات کیه؟ مونده بودم که چی جوابشو بدم بعد جوری تو عچل افتاده بودم اگه بو می برد که آدم علکی خوشی هستم و دنبال شاعر را افتادم تا ناف بچه رو بندازم تو جیبش حسابم پاک بود چاره ای نبود یه خورده این پا و اون پا کردم و خودم و به کوچه علی چپ زدم و گفتم من چیزم یعنی نویسندم تو من روزنامه دیواری داریم اومدم که چند تا سآل ازتون بکنم و تو روزنامه بنویسم تا بچه ها راز موفقیت بزرگان شهر رو بدونن عکستون رو هم میزنیم تو روزنامه این حرف رو که زدم پیرمرد چنون پک و پوزش رو تو هم کشید که انگار بوی بدی شنیده گفت نمیدونم امروز ما چه گناهی کردیم که گیر شاعر و نویسنده افتادیم و پشمندش در اومد که خودم هستم میس حسن منم تا امروز روز از نزدیک آمیس حسن رو ندیده بودم فقط شنیده بودم که از کلفتان ولایت و بروبیایی داره و جریان پشم نمکشیده رو هم از دهن بیبی بی شنیده بودم از غذای روزگار یکون نگاه آمی سسن به شاخه بی سی به درخت و برک های ریخته افتاد و گفت این سیبا رو تو کندی؟ گفتم نه, نه آقا اینا رو آقای سلیمی شاعر کند و گذاشت تو جیباش من اومدم یه دونه بکنم که جنابالی سر رسیدین صداشو بلند کرد که آهای آهای رمزون کجایی؟ جوونک لاغر و ریزنقش و سیاسوخته ای که عجیب شکل بند ناف بچه کشکشو بود از اون سر باغ دوید و اومد آمیس حسن رو کرد به اون که معلوم از کدوم گوری هستی امروز شاعرها و نویسندهها حمله عمله کردن هرچی سیب بوده کندن و خوردن و بردن تو خوابی یا روی لاغر و سیاسوخته چپ چپ بهم نگاه کرد و به آمیس حسن گفت من داشتم کرتا رو آب میدادم سرم گرم بود آمین حسن گفت اینجوری که تو این مملکت داره شاعر و نویسنده زیاد میشه فردا پس فردا یه دونه سیبم به این درختا نمیمونه اصلا امنیت از بین میره مرتی که اومده یه مش عراجیف تحویل من داده دست آخرم یه من سیب نازنین و کنده و برده رمزون برای خودشیرینی جلو اومد و جیبای منو گشت خدا رو شک سیب توشون نبود و روسفید شدم با میسسن گفتم بالاخره به سوالات من جواب میدین یا برم پیکارم؟ نگذارین بچه های مردم از تجربه های شما بی نصیب بمونن نمیدونم آمی سسن برای خودنمایی و سر زبون افتادن و زدن عکسش تو روزنامه دیواری حاضر شد که به سوالاتم جواب بده یا حرفاش بیخه حلقش مونده بود و میخواست یه جوری اونا رو به گوش بچه ها برسونه از مصاحبه خوشش میومد. به هر راضی شد و گفت قلم و کاغذت کو من سرگذشت عجیبی دارم زندگیم رو از هیچ شروع کردم و به اینجا رسیدم خدایی بود که همیشه کتابچه کوچولو و قلمی تو جیبم بود کتابچه و قلمم رو درآوردم که گفت بریم تو اتاق اینجا نمیشه بریم تا سر فرصت همه چیز رو بهت بگم و یه عکس خوبم بهت بدم کدوم مدرسه میری؟ اسم مدرسم رو گفتم و دنبالش را افتادم از بغل طلم بادی که رد می شدیم خوب نگاش کردم تا طرز کارشو ببینم باد مفت و مجانی به پرههای باله بالای دکل میخورد و اونا رو میچرخوند لوله پایینش حرکت میکرد و آب رو قپ از چاه میکشید و میریخت و جویی که پای درخت ها میرفت یکو یاد ناف بچه کشکشو افتادم که هنوز تو جیبم بود به آخر خط رسیده بودم از پاسبون شهر، هنرپیشه شهر، پهلوون شهر معلم و شاعر شهر چشمم آب نخورده بود حالا میتونستم نافو بندازم تو جیب یا خونه آمیس حسن گرچه اول فکرشو نکرده بودم ولی آمیس حسن بهتر از همه بود خونه و دم و دستگاه و مال و منال و نیمچه احترامی داشت حالا گیریم مردم پشت سرش لیچار میوافتن و حرفای ست یقاز غاز میزدن که حق برابچه های قالیباف و رنگرز و میخوره و خیرش به کسی نمیرسه باری رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به اتاق مهمون حالا چه اتاق خوشگل و گل و گشادی بود و چه گچبریهایی هایی داشت و چه قالی های نازنینی کفش انداخته بودن و چه مبل های پر زرق و برقی داشت بماند همین بس که به اندازه خوردن ده تا سیب دروش در دیوار و بند و بسات اتاق رو تماشا کردم و چشمم از دیدن گشبوری ها و گلوبوته پرده ها و آینه و شمدونا و گلاب پاش های خوشگل و قیمتی سر تاخچه سیر نمی شد آمی رفته بود تو اتاق بغلی و من مات و مبهوت در و دیوار و پرده های مهمون خونه بودم که اومد و عکس زیبای خودش آورد عکس جوونیاش بود و تو عکس سینه سپر کرده بود و کراوات نازک و چروکیده با گره ریز و کجی به گردن داشت عکس رو داد دست من و زیر گلوش و خاروند خنده ای کرد و گفت عکس جوونیاست البته مال خیلی پیش نیست ببین چه موهایی داشتم این که میبینی موهام سفید شده مال باد نزله است وگرنه سن و سالی ندارم باید قول بدی که عکسمو بیاری و بعد نشست رو مبلی و پای راستش رو انداخت روی اون یکی پاش و گفت بپرس تا جوابتو بدم تند و تند بنویس که من خیلی کار دارم و گرفتارم چند وقت پیشم از رادیو یه نفر اومد و صدامو ضبط کرد و راجع به کارم پرسید اتفاقا یه هدیه ناقابلی بهش دادم اما هرچی انتظار کشیدم و تلفن کردم صدام از رادیو پخش نشد خب بفرمایید نمیدونم چی شد که یک یاد ناف بچه افتادم دیدم ای دل غافل چجوری فرصت رو از دست دادم و موقعی نبودنش چرا ناف و نینداختم زیر مبلی تو مهمون خونش ولی خب هنوز دیر نشده بود بوتیکبریت نافتار رو از جیبم در و پرسیدم از اوایل کارتون حرف بزنین و فرق پشم نمکشیده و پشم نم نکشیده و خشک و برام بگین به جای جواب دادن اخماشو کشید تو هم و گفت شما به حرفای مفت و شایعات توجه نکنین مردم این شهر آدمای حسودی هستن تا میبینن یه نفر کاروبارش خوبه فوری جفنگیاتی براش میسازن اما عوایل کارم مرحوم ابوی یعنی پدرم تو بازار دکون کوچیکی داشت و من در دکونش کار میکردم و مدرسه هم میرفتم تا اینکه پدرم مرحوم شد و من با هزار زحمت و سختی و چونش گرم شده بود و میگفت و میگفت و میگفت و, می و منم مینوشتم که کلفتش برام چایی اوورد دست از نوشتن برداشتم موقعی خوردن چای چشمش رو قافل کردم و قوطی کبریت نافتار رو انداختم زیر مبلو چای ته استکان و هرد کشیدم بالا و گفتم عقیدتون در مورد بند ناف بچه چیه؟ کمی اوقاتش تلخ شد اما خونسردیشو از دست نداد و گفت منو مسخره میکنی؟ گفتم این حرفا چیه؟ من غلط بکنم شما رو با این دم و دستگاه مسخره کنم منظوری نداشتم این قضیه ناف بچه و انداختنش جای خوب عقیده قدیمی هاست شما چه نظری دارید؟ گفت ناف بچه رو معمولا میندازن دم سوراخ که باهوش بشه باهوش که شد کارش میگیره حالا موضوع ناف چه ربطی به کار من داره گفتم بالاخره یکی از راه های ترقی آدمی زاده خود شما هیچ وقت تحقیق نفرمودین که نافتون رو کجا انداختن آمی حسن بلند شد و تو اتاق قدم زد که به حسابش مسلط بشه تو همین موقع نگاش به قوطی کبریت زیر مبل افتاد خم شد و اونو برداشت و گفت مال شماست؟ گفتم نه مال من نیست تو قوطی رو نگاه کرد چشمش به تکه کوچولوی گوشت چروکیده و سرخ افتاد حیرت کرد پیش دستی کردم و گفتم ناراحت نشین این ناف بچه, بچه کشکشوه میخواستم مثل شما بشه شما که حسود نیستین بذارین چند روزی اینجا باشه خدا رو چیه دیدین شاید به نوایی رسید آقا عین آدم کتک خورده عصبانی شد قوطی کبریت و ناف رو بلند کرد و قایم به طرف من پرت کرد جا خالی دادم قوطی رفت و خورد به دیوار و ناف از توش افتاد خم شدم ناف و برداشتم و گذاشتم تو قوطی که ناگهان آمیز حسن شتلخ خوابون پس گردنم که آتیش گرفت و گفت زود از اینجا برو بیرون برو گم شد دیوونه خل من خیال کردم تو آدمی خراب بشه اون مدرسه ای که تو توش درس میخونی تنها راه در رفتن از چنگ حسن فرار سریع بوتی نافتا رو برداشتم و عکس آقا رو انداختم رو مبل و دو تا پا داشتم دو تا دیگه هم قرض کردم و از در اتاق مهمونخونه زدم بیرون از زیر درختا رد شدم صدای آمیز حسن و پشت سرم میشنیدم که فوشای آبدار میداد خط و نشون میکشید اگه بار دیگه پامو اونجا گذاشتم قلم پامو خود کنم باز حیرون و سرگردون شدم سه چهار ساعت بیخودی بابت پیدا کردن جا و آدم حسابی و به درد بخور شهر را از پاشنه در کرده بودم و هنوز بند ناف بچه, بچه کشکشو تو دستم بود آفتاب رفته بود و داشت غروب می شد. از دست ناف زله شده بودم دلم گرفته بود از میون ای رد می شدم قوطی کبریت نافدار رو از جیبم در آوردم و پرت کردم گوشه خرابه که پر از آتاشقال و سگ و گربه ولگرد بود راحت شدم یه راس اومدم خونه بیبی بی نمازش رو تموم کرده بود و داشت جا نمازش رو جمع می کرد. چشمش که به من افتاد گفت کجا بودی مجید؟ قصه سفر و گشت و گذارم و در شهر و حال و روز آدمای شهر رو براش گفتم مثل همیشه پوزخندی زد و سر تکون داد و گفت خدا هوشیارت کنه مادر خدا بهت عقل بده از همه چیز بهتره و ناراحت شد که چرا ناف بچه مردم رو توی خرابه انداختم گفت کار خوبی نکردی پشیمون شدم روز بعد رفتم و توی خرابه گشتم و ناف رو پیدا کردم اووردم و پیش خودم نگهش داشتم گذاشتمش لای کتاب ها و نوشته ها